دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید این جلسه جلسه دیگه ای از تعیین علامت توی دو جلسه قبل چهار حالت دو جمله درجه اول رو تعیین علامت کردیم این چهار حالت رو دقیقا به همون ترتیبی که حساب کردیم من اینجا براتون نوشتم جداول تعیین علامتشم زیر هر کدوم از حالت ها نوشتم حالا تو این جلسه میخوایم یه مرور کلی به این چهار حالت بکنیم و نقاط مشترک و نقاط تفاوتشون رو به دست بیریم. اول از همه بچه به حالت یک و سه نگاه بکنید. حالت یک ایگرگ مساوی آیکس منهای به و حالت سه ایگرگ مساوی آیکس به اضافه به. آ و به در هر دو حالت مثبت هستند. در نتیجه ضریب x در هر دو حالت مثبته. ولی تنها تفاوت ولی تفاوت این دو معادله هم اینه که معادله اول ax منهای b و معادله دوم ax به اضافه بعد بچه ها نگاه بکنید توی معادله اول تعین علامت همون به این صورت شده که به ازای ریشه y صفره به ازای x های بزرگتر از ریشه y مثبته و به ازای y های کوچکتر از ریشه y منفیه توی حالت سوم یا توی حالت سوم اونم که y مساوی ax به اضافه b باز هم به ازای ریشه ایکس ایگرگ صفر به ازای y های بزر... به ازای ایکس های بزرگتر از ریشه ایگرگ مثبته و به ازای ایکس های کوچکتر از ریشه ایگرگ منفیه پس برای هر دو این حالت ها جدول کلی تعیین علامت به این صورت بچه ها این اگر x و این y به ازای x برابر ریشه رابطمون ریشه معادلمون x برابر ریشه y صفر و به ازای x های بزرگتر از ریشه y مثبت y مثبت و به ازای x های کوچکتر از ریشه y منفیه بچه چه چیز مشترکی این دو رابطه داشتن که باعث شد این حالت کلی رو پیدا بکنن چیز مشترکی که این دو رابطه داشتن این بود که ضریب x در هر دو رابطه مثبت بود و نقطه تفاوتشون که باعث می شد ریشه هاشون متفاوت بشه این بود که توی یکی ضریب b مثبت بود توی یکی منفی پس در حالت کلی برای معادله هایی برای در دو جمله های درجه اولی که ضریب x مثبت باشد جدول تعیین علامت به صورت زیر میشه یعنی به ازای x برابر ریشه صفر به ازای x بزرگتر از ریشه y مثبت و به ازای x کوچکتر از ریشه y کامن حالا بچه ها بیایید با همدیگه دیگه این بار معادله دو و چهار رو مقایسه بکنیم توی معادله دو و چهار معادله دو اینه y مساوی منفی ax به اضافه b منفی ax منهای b و معادله 4 برابر بر بر با منفی x به اضافه b حالا جدول تعیین علامت حالت دوم اینه که به ازای ریشه y صفر به ازای x های بزرگتر از ریشه ایگرگ منفیه و به ازای ایکس های کوچکتر از ریشه ایگرگ مثبت. برای حالت چهارم هم باز همینطور به ازای ریشه ایگرگ صفره و به ازای ایکس های بزرگتر از ریشه ایگرگ منفیه و به ازای ایکس های کوچکتر از ریشه ایگرگ مثبت. در واقع جدول تعیین علامت کلی برای این دو حالت هم به این صورت میشه بچه‌ها. به x برابر با ریشه y صفر به ازای x های بزرگتر از ریشه y منفیه و به ازای x های کوچکتر از ریشه y مثبت. پس برای در واقع اگه بخوایم دوباره شباهت این دوتا عبارت رو به دست بیاریم که چی شد این دوتا معادل تعین علامتشون یه حالت کلی مشترکی داشت این بود که چون ضریب x در هر دوتاشون منفیه در هر دوتاشون منفی آی ایکسه حالت کلی در این تعیین علامتشون این میشه و چون توی یکی منفی ب رو داریم و توی یکی دیگه مثبت b، تفاوتی که این تفاوت حاصل میکنه اینه که ریشه هاشون متفاوته ریشه های یکی منفی به و ریشه اون یکی بیه تقسیم برای ولی حالت کلی تعیین علامت این میشه پس میتونیم بنویسیم برای دو جمله ای های درجه اول که ضریب x منفی است جدول تعیین علامت به این صورت در میاد یعنی به ازای x های کوچکتر از ریشه y مثبته و به ازای x های بزرگتر از ریشه y منفیه پس در واقع بچه ها اگر بخوایم یه نتیجه کلی بگیریم اینه که ضریب x ضریب x خیلی تعیین کننده است که تعیین علامت y های معادله چی میشه دیدیم که وقتی که ضریب x منفی باشه تاین، جدول تعیین علامت کلی روابط این به این صورت میشه و اگر ضریب x مثبت باشه جدول تعیین علامت به این صورت میشه حالا با توجه به اینکه b چه مقداری داره وی بی و b و a چه مقدارهایی دارن ریشه عوض میشه ولی شما هر موقع نگاه بکنید به یه رابطه میتونید نگاه بکنید ببینید آیا ضریب x مثبته اگر یا منفی اگر ضریب x مثبت بود میدونید به ازای x های بزرگتر از ریشه اون رابطه y ها مثبتن و به ازای x های کوچکتر از ریشه رابطه y ها منفین و در مقابل اون اگر رابطه داشتید که ضریب x منفی بود میدونید که به ازای x های بزرگتر از ریشه y ها منفین و به ازای x های کوچکتر از ریشه y ها مثبتن مرسی که تو این جلسه هم با من بودید خب ما با تعیین علامت دو جمله های درجه اول آشنایی پیدا کردیم و دیدیم که ضریب x چقدر مهمه توی تعیین علامت یک رابطه توی جلسه بعد و توی جلسات بعد شروع میکنیم با هم دیگه مثال حل کردن امیدوارم تا اینجا مبحث تعیین علامت رو دوست داشته باشید توی جلسه بعد میبینمتون فعلا خدافز